Ciao amici, benvenuti al facile come italiano. سلام دوستان، خوش اومدید به ساده مانند ایتالیایی. من رضا هستم، دوست ایتالیایی زبانتون و درسته. امروز میخوایم راجع به بهترین روش های تمرینی برای یادگیری یک زبان خارجی صحبت کنیم. اگه یادتون باشه یک ویدیو آپلود کردم با عنوان بهترین روش ها برای یادگیری یک زبان، درست؟ که توش راجع به تحقیقاتی که خودم انجام داده بودم بر حسب مقالات مختلف از آکادمی های مختلف و دانشگاه های مختلف اومدم بیان کردم نتایجی که خودم گرفتم رو. این ویدیو فرق میکنه تا حدودی، چون تو این ویدیو بیشتر میخوام راجع به تجربه تو خودم حرف بزنم، کارهایی که خودم انجام میدادم هنوز انجام میدم و میخوام بهتون پیشنهاد بدم. حالا قبل اینکه بریم راجع به این روش های تمرینی خفن صحبت کنیم، دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر از محتوا راضی هستید لایک فراموش نشه، از همینجا دستتون من میبوسم. بریم ببینیم این روش ها چی هن. روش اول، خب ببینید، بسیار روش زیبا، آسان و نوینیه و خب داره میگه که آقا شما چه چیزی هست که بیشتر از همه چیز دارین ازش استفاده میکنید؟ هر جایی که میرید تو هر موقعی از روز میتونید راحت ازش استفاده کنید، تلفن همراه. روش ما میگه که بیا تلفن همراهت رو بردار، برو تو تنظیمات یا همون سیتینگ، قسمت language input یا همون زبان ورودی، اگه اشتباه نکنم ترجمه میشه تو ورژن های فارسی، زبان گوشیتون رو تغییر بدین به زبان هدفی که دارید یاد میگیرید، برای ما میشه ایتالیایی. و خب آره، اولش یکم ممکنه گیج کننده باشه، چون خب دیگه زبان تمام بازی ها، تمام برنامه ها و کل گوشیتون عوض شده یک چیز جدید، ناآشنا هستید باهاش، برای همین آره گیج کننده ممکنه باشه تا یه حدی، ولی خب چند روز که با گوشیتون کار میکنید این عادی میشه و تاثیرش رو طی تقریبا یک ماه به صورت واضح میبینید. و خب یه چیز خیلی قشنگ و جالب و خفنی که راجع به این تمرین هست، میاد دایره لغاتتون رو هدف قرار میده و به شدت دایره لغاتتون رو وسیع میکنه، مخصوصا توی همون موضوعی که بیشتر رو گوشیتون باش کار میکنید. مثلا بیشتر بازی میکنی، دایره لغاتت نسبت به همون میره بالا، چون تمام بازیات شدن ایتالیایی زبانشون. بیشتر مثلا تو کار مقالات علمی هستی، از برنامه هایی که راجع به مقالات علمی هستن استفاده میکنی، ساینس فکت یا مثلا نمیدونم برنامه ناسا موبایل و اینجور چیزا. خب اینا همشون ایتالیایی میشن، مقالات رو شما مجبوری به ایتالیایی بخونی و همین دایره لغاتت رو به شدت میبره بالا. این چیزی هست که واقعا راجع به این تمرین دوست دارم، من ازش استفاده کردم، هنوز هم دارم ازش استفاده میکنم و بهتون میگم واقعا واقعا تاثیرگذاره و از دستش ندید. و جوری هم نیست که بخواید بگید آماده سازی میخواد، بگیم خب من الان میخوام برم تمرین کنم. نه دیگه، شما هر وقت گوشی تو برداری برای تمرین محسوب میشه و اینم دوباره یکی از نکات مثبت این تمرین است. یکی چیز دیگه هم بگم، آه این تمرین رو من خودم نساختم، من اینو خودم کپی کردم، یکی دزدیدم. حالا نگید بعدن اه ما اینو فلانی هم دیدیم میگفت، من اینو خودم کپی کردم، ولی خب خیلی قشنگه روشش، دلم نیومد نگم. بریم روش دوم. روش دوم من خودم بهش میگم تمرین آینه و چیز خیلی قشنگیه، فایده های زیادی داره، ممکنه یکم خجالت آور باشه واسه کسایی که با خانواده زندگی میکنن، ولی خب عادی میشه. روش این تمرین اینه که میرین جلو آینه وای میستین، تو چشای خودتون زل میزنین، شروع میکنین با خودتون حرف زدن با اون زبان هدفتون. خب ببینید، شما زیاد با خودتون حرف میزنید تو طول روز دیگه، مثلا پسرها تو مدرسه دعوا میکنن، میان خونه هی دارن بهش فکر میکنن، میرن حموم دارن زیر دوش بهش فکر میکنن، تو اتاق نشستن دارن درس میخونن دارن بهش فکر میکنن، مثلا اونجا این مشته رو بهش میزدم خوب بودا، این فوشه رو بهش میدادم داغون میشد اینجوری. یا مثلا دخترها میرن بیرون دور هم مثلا راجع به دوستاشون حرف میزنن، برمیگردن خونه میگن ای راست بی فلانی مثلا اینجوری بود، همچین عادتی داشتی، جالب فلان. درست؟ شما هی داری با خودت حرف میزنی، همینو بیا ایتالیاییش کن یا هر زبونی که داری یاد میگیری. این تمرین که میری جلو آینه حرف میزنی،
خیلی رو اعتماد به نفس شما تاثیر میذاره. اعتماد به نفس تو به شدت میبره بالا، دایره لغات تو میبره بالا، رو گرامرت کار میکنه. و همچنین یکی از بهترین مزیتاش که من خودم خیلی دوستش دارم اینه که نقاط ضعفت رو بهت میگه. خب ببین، شما میتونی راجع به هر چیزی حرف بزنی، راجع به اتفاقاتی که برات افتاده میتونی حرف بزنی، راجع به سفری که رفته بودی، راجع به نمیدونم دوستت، راجع به اون آشناتون که فلان کار شده، اون رفیقت که رفته خارج، هر چیزی میخوای. راجع به برنامه که تو آینده داری، پیشنهاد من اینه که راجع به کارهایی که میخواین انجام بدین حرف بزنین. مثلا من میخوام راجع به غذایی که میخوام الان بپزم تا چند دقیقه آینده حرف بزنم. میرم جلو آینه، تو چشای خودم زل میزنم، میگم این سومه devo iniziare a mettere qualche pomodorino e funghi e فکر میکنم سیب زمینی چی میشد، یادم نمیاد، یا مثلا نمیدونم. این یعنی چی؟ نقطه ضعفمو بهم گفت. دایر لغات توی بخش غذاها و مواد غذایی پایینه. الان من میدونم بر رو چی کار کنم. میرم میشینم 4 تا ویدیو ازش نگاه میکنم داخل یوتیوب، یا میشینم مثلا 2 تا متن ازش میخونم توی اینترنت. به این راحتی. این یکی از بهترین مزیت های این تمرینه به نظر من. و همچنین برای کسی که اعتماد به نفس بالا ندارن، اعتماد به نفسشون رو به شدت میبره بالا. اینم یه مزیت خارج از یادگیری زبان برای شما. این از روش دوم. بریم روش سوم رو ببینیم. روش سوم چیزی که خودم ازش استفاده نمی کنم چون دوستش ندارم، ولی خب روش خیلی رایجیه و خیلی ها دارن ازش سود میبرن، ازش استفاده میکنن و به دردشون میخوره. برای همین میگیم روش سوم میگه که شما وقتی دارید تمرین میکنید برای یادگیری زبان جدید، هر کلمه جدیدی که توی اون تمریناتتون میبینید، هر کلمه جدیدی که تو درستون میبینید یادش میگیرید، بنویسید روی تیک کاغذ یا تو نوت گوشیتون بنویسیدش، مهم نیست، یک جا یادداشتش کنید. چون این یادداشت برداری حتی اگه بعدا هم نخونیدش، خیلی به انتقال دادن اون کلمات به حافظه بلند مدتتون کمک میکنه. ما والا دوست نداریم این روش، چون که من کلا نوشتن خوشم نمیاد و حوصله‌ام سر میره، دوست ندارم روششو، و خب همین علاقه‌ای که ندارم نسبت به این روش باعث میشه دوباره این نتیجه ازش نگیرم. برای من کار نمیکنه، برای شما شاید کار بکنه، امتحان کنید. روش چهارم روشی است که بازم رایجه، من خودم ولی ازش استفاده میکنم به شدت، خیلی خوبه مخصوصا برای انتقال دادن زبان به بخش ناخودآگاه ذهنتون. این روش شما میتونید حالا از پله استفاده کنید یا موقع پیاده روی این کار انجام بدید. مثلا خونتون پله دارش، به جای اینکه بری آسانسور بگیری، برو پله، برو هم ورزشه هم تمرین انجام میدی. هر پله که میری بالا یک عدد بگو به اون زبانی که داری یاد میگیری. این تمرین بیشتر برای یادگیری اعداد یا مثلا روزهای هفته یا هر چیزی که داره یک روتین باشه خب انجام میشه. هر پله که شما میری بالا عدد بگو، اونا دو تره کواترو چینکو سی. خب یا مثلا روزه هفته رو بگو، لونه دی مرده دی مرکول دی جوه دی. خب همینجور تکرار کن. این زبان رو هم رو فلوئنت شدنت کار میکنه، هم روی اون تلفظات کار میکنه، همین که این بخش از اون زبان هدف رو منتقل میکنه به بخش ناخودآگاه ذهنت. و خب قبلا گفتم، توضیح دادم توی اون قضیه بهترین روش ها برای یادگیری زبان، که انتقال دادن زبان جدیدی که دارین یاد میگیرین به بخش ناخودآگاه ذهنتون چقدر میتونه مفید و خوب باشه. حالا این کار رو شما میتونید علاوه بر پله موقع پیاده روی هم انجام بدی. هر قدمی که میری یه چیزی بگو، همون بخش مواد غذایی بود مثلا، هر قدمی که میری یه ماده غذایی بگو از خودت، پتاتا، پومودورو، فونگو، فاجولو. خب به همین راحتی. بریم روش پنجم که روش آخر رو بترکونه. روش پنجم
روشیه که خیلی دوستش دارم. روش مورد علاقم در اصل روش آینه هست، ولی این روشیه که من حتی اگه یک تمرینم توی روز انجام ندم اینو حتما انجام میدم، چون که به شدت روی قضیه انتقال زبان به ناخودآگاه کمک میکنه. روش چی میگه؟ میگه بیا راجع به اتفاقاتی که برات افتاده صحبت کن. اگه یه دوست ایتالیایی زبان داری با اون، اگه یه دوستی داری که مثلا داره اینه تو ایتالیا یاد میگیره با اون، اگه نه با خودت بشین حرف بزن، با گوگل بشین حرف بزن، میکروفون روشن کن برو گوگل ترنسلیت، میکروفون روشن کن بشینم جو حرف بزن، تموم شد میکروفون قطع کن این ترجمهش چی شد. اشکالات تو میگیره، به شدت روی انتقال زبان به ناخودآگاه کار میکنه، اینو باز تاکید میکنم روش، روی تسلطتون توی مکالمه برای اون زبون به شدت کار میکنه، اشکالاتتون رو گفتم میگیره، و روی گرامرتون هم خیلی خوب تمرکز داره، مخصوصا وقتی داریم راجع به حالات فعلی گذشته حرف میزنیم که رایج ترین حالات فعلی توی هر زبانی هستن. شما هر زبانی هستید دارین حرف میزنین، حالات فعلی گذشته بیشترین استفاده رو دارن برای شما، چون اکثرا داری راجع به که کارهایی که انجام دادی حرف میزنی، نه کارهایی که میخوای انجام بدی، کمتر پیش میاد. حالا چرا میگم این روش خیلی روی تسلط روی مکالمه و انتقال زبان به ناخودآگاه کار میکنه؟ به خاطر اینکه ببین، شما یه سری کارا هست که هر روز داری انجام میدی. خب مثلا شما تقریبا هر روز داری میری مدرسه، تو وقتی هر روز تعریف کنی اون روز خودتو برای خودت، هی مثلا نمیدونم جمله سوناندا تو الله کلاسه، سوناندا تو الله کلاسه رو مثلا با خودت تکرار کنی، خب قاعدتا این میره تو ناخودآگاهت و هی تلفظت بهتر میشه روی اون جمله، هی اون جمله رو راحت تر میتونی بیان کنی، سریعتر میتونی بیانش کنی، سوناندا تو الله کلاسه، سوناندا تو الله کلاسه. خب و این سریع در بیان کردن خیلی مزیت خوبیه توی زبان ایتالیایی، چون که توی ایتالیا نمیدونم حالا این مسابقه رقابتیه چیه قضیهش، هر کی سریع تر حرف بزنه گنگش بالاتره، پس شما اگه سریع تر بتونین حرف بزنین خود روی خود ایتالیایی ها رو کم میکنین. این از این قضیه. و خب حالا ببینید، شما میتونید به صورت غیر منظم انجامش بدید، مثلا همجوری یک هفته گذشته تو تعریف کن، یا مثلا سفر گذشتهت، اتفاقی که قشنگ بود و مثلا 2 هفته پیش، 1 ماه پیش، 2 ماه پیش برات افتاده، اینجوری میتونی انجامش بدی. میتونی عین من به یک روش سامان داده شده و منظم انجامش بدی، مثلا به خودت قول بدی قرار بذاری هر شب قبل از خوابت یه 10 دقیقه بشینی راجع به روز خودت با خودت حرف بزنی. مثلا من آقا شب تمام کارامو میکنم، مسواکمو میزنم، میام تو تخت، چشمامو میبندم، شروع میکنم. خب مثلا استماتینا می سونو سفیاتو الله 9:30، non ho mangiato niente perché è Ramadan. Allora ho iniziato a registrare un nuovo video per il canale. Ho giocato con mio nipote, ho parlato con la mia spia Bella e ho iniziato a lavorare sul video di nuovo per 2, forse 3 ore. همجوری ادامه بدین روزتون رو تا همین شب، بعدش تموم شد، شب بخیر، بوننات، بای بای، روش امام تموم شد، بای بای، تا 2 روز دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون، شاد باشید.